بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم فرمودی. سلام آقا، بفرمایید. خانم فرمودی، من از اول برنامه تماس دارم، تماس میگیرم. بله بله. و سوالم این بود که این شعر قشنگ انتخاب کردید، در درون دل خفن نمیدانم که کیست. میخواستم بدونم واسه چی این شعر رو به این زیبایی و مسمای این شعر میخواستم بدونم اگر. آره، فقط این شعر رو اگه حافظ بدونه تو اینجوری خوندی که الان خوندی دلخور میشه ازت. خیلی کشش ندادی. اولا من این شعر رو از دوران بسیار جوانی که آقای ابراهیم خواجه نوری در ایران یک برنامه نسبتا روانشناسی داشتن، از اونجا در واقع از ایشون اقتباس کردم، ولی این شعر رو همیشه بسیار دوست داشتم به دلیل اینکه درست مثل وقتی که فروید برگشت گفت ما انسان‌ها دارای یک ضمیر ناخودآگاهی هستیم که بسیاری از اعمال ما از اون ناخودآگاه سرچشمه می‌گیره، ولی ما فقط با خودآگاهمون اون رو توجیه می‌کنیم. این شعر رو حافظ اقلاً 450 سال قبل از فروید به این زیبایی گفته: در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. او داره اشاره میکنه به یک نیروی همیشه زنده و فعال و پویا و دینامیسم روانی در درون ما انسانها که وقتی هم لبمون بسته است داره کار میکنه. انسان تنها موجودیه در حلقه تکاملی طبیعت که دارای باطنه و هیچ کسی جز خود او بر این باطن نمیتونه دسترسی داشته باشه، اما دسترسی ما هم بر این باطن به میزان آگاه بودی و کانشسنس بودنمون بستگی داره، به میزان حضورمون در جهان حسیمون بستگی داره. انسان مکانیکال به قول آقای گرجیوف روسی که یک سیستم خودشناسی بسیار پویایی رو به وجود آورده، انسان مکانیکال یعنی اون انسانی که فقط با روزمرگی زندگی میکنه و اسیر عادات، به اون آگاه بودی و به اون حضور در لحظه و به اون مخزن بسیار ثروتمند و وسیع ناآگاهی، ضمیر ناخودآگاه و اون انرژی خلاق پویا که از جوهر هستی ما، از اسنس ما سرچشمه میگیره، به اون دسترسی نداره هرچقدر که عادتی تر و مکانیکال تر هست. به همین دلیله که وقتی شمس به مولانا رسید برای متحول کردن او، گفت بیچاره بدبخت، عقابی هستی که در حد مرغ خانگی پرواز میکنی، زنجیرهای خود را یک به یک بگسل. حالا به کی این حرف زد؟ به مولانایی که ریاضیدان بود، علوم میدونست، قرآن میدونست، تفسیر میکرد، درس میداد و به قول کسانی که ازش یاد میکنن به جمیع دانستنی های زمان خودش تسلطی بسیار داشت و قشنگ مثل یک سنگ متین وزین نشسته بود و خیلی از آدمام دور این سنگ مثل کعبه زیارت میکردن تا شمس بهش رسید و این دینامیسم درونی اون رو حس کرد و همونطوری که خودش میگه دنبال یاری میگشتم در دمشق، دنبال یاری میگشتم که آن چرا که با خود حمل میکنم بر او بسپارم و آتش فشان وجودش به اصطلاح فوران کند. و شما میدونید وقتی اومد به مولانا رسید گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم،
گفت که شیخی و سری، حالا اونا هیچی، گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم. در هوس بال و پرش رفتم و پرکنده شدم. یعنی اومد به این حالی کرد، چون شمس از اولین لحظاتش در برخورد با مولانا گفت همه این چیزا، دفتر دستکا و بازیایی که واس خودت درست کردی، مثل پیاز لایه 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 رو جوهر وجودت پوشوندی و اون جوهر وجود اون تو داره خفه میشه، باید اینا رو بزنی کنار تا بیاد بیرون، تا حرفی گفتنی داشته باشی. الحق هم که حرفی گفتنی داشت، که در 800 سال تولدش در 1011 دانشگاه جهان شبی به نام او برگزار کردند و من در دانشگاه سیدنی استرالیا که دعوت شده بودم برای او سخنرانی، یکی به انگلیسی یکی به فارسی کردم. هر دوتای این سخنرانی ها روی سایتم www.drfarnoodi.com هست، ضمن بقیه سیدی ها که اونجا هست، که اگر فقط 50 دلار بدین در سال که هزینه سایت، همه اینا رو رایگان میتونید گوش بدین. اونجا مفصل شکافتم که شمس با مولانا چه کرد، ولی به هر حال اومد بهش گفتش که درس تعطیل، قرآن تعطیل، این لفت و لعابایی که دارید تعطیل، این شهرت و این اسم و این چیزی که به هم زدی اینا همه برات دکونه. گفت پاردوزی میکنی در این دکان، زیر این دکان تو باشد دکان. خلاصه آتش انداخت بر جان مولانا. و بعد چه شد؟ اون وقتی که مولانا همه اینا رو تعطیل کرد، همه اینا رو تعطیل کرد و گفت به اصطلاح به شمس گفتش که چیکار کنم که منو ترکم نکنی و منو بپذیری. گفت که در نزد تو کدامین شغل از دیگر مشاغل مذمومتر است، یعنی بدتره، مورد ذمه، مورد مسخره است. گفت مطربی دورگرد، گفت به سلکشان درا. رفت و مطربی آغاز کرد. اونجاست که میگه سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی، یا رقصنده کودکان کویم کردی. و رفت و واقعا رقص او در بازار زرگرای تبریز و نقلی که صلاح الدین زرکوب از این میکنه و شوریدگی او، رفت و تن سپرد به این شوریدگی. همه یاران و نزدیکان و دوستانش، پسرش، گفتن این پیرمرد آمده و این قلندر آمده و استاد ما رو، پیر ما رو، مرید ما رو سحر کرده. همه اینا رو ول کرد. بعد اومدن نشستن تو این مرحله، رفت بعد اومدن نشستن ازش پرسیدن خب این همه چیز از دست دادی، چی گرفتی؟ اون وقت بود که این شعر رو گفت. گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بعد میره جلوتر، طولانیه، بعد این حالو ترسیم میکنه. تابش جان یافت دلم، واو شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن آن کهنه شدم. این آگاه بودی در مولانا چشمه جوشان شد که ازش مثنوی بیرون آمد و ازش غزلیات شورانگیز شمس بیرون آمد. این اون رسیدن به اون آگاه بودیه، رسیدن به اون چشمه حیات معنوی ماست. ولی عادات و روزمرگی ما جلوی این رو گرفته. باز دوباره خود حافظ، یعنی گنجینه‌ای در این ادبیات ما خوابیده که باید با نگاهی روانکاوانه بهش نگاه کرد. باز حافظ میگه از خلاف عادت عادت به طلب، از خلاف آمده عادت به طلب کام، از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یعنی خودم وقتی به دست زلف پریشان سپردم، که حالا مفاهیم عرفانی هم داره،
بعد کسب جمعیت کردم، یعنی تازه به آگاه بودی رسیدم. گرجیوف هم همینو میگه و تو مراکز گرجیوفی از اولین کارهایی که به یه جستجوگر یاد میدن اینه که عاداتتو دونه دونه ترک کن. اگه همیشه با این دست در رو باز میکنی، این دفعه تمرین کن که با این دست باز کنی. اگه مسواک با دست چپ میزنی، تمرین کن با دست راست بزنی. عاداتتو عوض کن. چرا؟ وقتی همه چیز جدیده تو هوشیاری، زیر عادت دفن نمیشی. به هر حال وقتی که حافظ میگه در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. این کیست درونی ما در فغان و قوغاست که به آگاه بودی ما برسه. اون چه که در جوهر ما هست میخواد به آگاهی ما برسه، به ذهن ما برسه، که چرا از دید من فقط از این طریق ما با جهانی که کاملا ارتباطی و اینترکنکتد هست ارتباط مجدد برقرار میکنیم. ارتباطی که در هنگام تولد داریم ناخودآگاه، به هنگام مرگ دارند فقط جویندگان واصل و بقیه‌مون در قفلت میمیریم و میریم. ممنونم، امیدوارم که سوالم ناراحت نشده باشه، چون دوستم جالب بود. چرا ناراحت بشم؟ شما چرا اینقدر فکر میکنین؟ شما چرا اینقدر فکر میکنین من نازک نارنجی هم؟ من تازه از اون کسانی هم که میان انتقاد میکنن واقعا میاموزم، واقعا دوست دارم. من فقط از اون نینی کوچولوهایی که زنگ در رو میزنن و در میرن، نه اسم میگن نه حرف میزنن. مثلا یکی میاد میگه تو زشتی شکل میمونی، خب تو رو سننه. یا یک دیگه میگه تو خودت خلی، خب تو رو سننه، تو چقدر خلی. اینا گفتگو نیست، اینا کسانی هست که میخوان اختلال به وجود بیارن در یک رابطه متمدنانه. که من از روز اول قولم به شما این بوده که نمیخوام تلفن ها رو کنترل کنم، میتونم کنترل کنم. بسیار این کار رو میکنن، سوالو میگیرن از شما، اسم و تلفنتو میگیرن، بعد به شما جواب میدن. من نمیخوام این کار رو کنم. من به شما، به شرافت انسانی شما، به قلب شما، به نیت خوب شما به عنوان یک هموطن اعتماد میکنم و دلم میخواد این خط باز باشه. شما با من، شما بیا رو خط بگو اسم من اینه و من از فلانجا تلفن میکنم، این موضوعی که تو گفتی غلطه و تو در این مورد سواد نداشتی و اطلاع غلط به همه دادی، من روی خط از شما عذرخواهی میکنم. یا این اون شیوه هم بگو. من احساس کردم کیف میکنید با این بحث. خب من مثلا این همش گوش دادم، منم خودم کیف کردم از این نگاهی که مثلا میشه به شعرهای با ادبیات کهن خودمون، با این ادبیات غنی خودمون میتونیم از همه جنبه باش نگاه کنیم. من یه سری مقاله دارم که اینا رو فیسبوکم میذارم. عنوان مقاله هم هست پلی میان روانکاوی غرب و عرفان شرق. این مقاله ها رو من با زحمت بسیار به خاطر علاقه‌ای که داشتم نوشتم و اینو رو فیسبوک میذارم، اگر دوست دارید بخونید. امیدوارم. خواهش میکنم. خدا حافظ. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید با شما هستم. خانم دکتر فرنودی، سلام علیکم. سلام خانم، بفرمایید. خوشحالم که بالاخره تونستم با تون صحبت کنم. مرسی، همه خطوط روشنن، احتمالاً شما آخرین نفری. بله خانم فرنودی، در مورد پسر 18 ساله میخواستم با تون صحبت کنم. خب. که از حوصله این برنامه خارج، اگه بخوام جزئیات حتما با جزئیات شروع کنم. خب. تنها چیزی که میتونم بگم که بعد از سالها و سالها